بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، احسان ترکمن هستم، با درس روانشناسی امروز در خدمتتون هستیم. خب برای این درس شاید که شما در سال 11 هم این درس رو خونده باشین و خوب خونده باشین، ولی یک تفاوت اصلی داره و یک تفاوتی داره که خیلی در کنکور به شما کمک میکنه. مثلا شما در درس روانشناسی برای امتحان نهایی فقط برای امتحانایی که داشتین فقط و فقط اومدین مطالب رو خوندین و حفظ کردین و یک درس حفظی بوده برای شما، ولی در کنکور روانشناسی این درس ها به شدت، این درس به شدت مفهومیه، یعنی یک درسیه که خیلی باید تسلط بالایی داشته باشین و این رو فهمیده باشین بتونین اینها رو بررسی کنین، بتونین اینها رو کنکاش کنین و مفهوم درس رو درک کنین و مفهومی. سوال ها در چند سال گذشته به شدت سوال های مفهومی شده، یعنی از ساختار حفظی اینها در اومده، ولی باز هم سوالات حفظی ما داریم. خب ما برای سوال های حفظی میخوایم چیکار کنیم؟ یک درس 8 تا فصل و مطالب زیاد نمیشه که همه اینها رو حفظ کرد. ما در کلاس های آی کلاس اومدیم یک جزوه‌ای برای شما تهیه کردیم که کلید واژه ها و نکات کلیدی هر درس رو برای شما مشخص کردیم. امروز ما میخوایم یک درس رو به عنوان نمونه یک درس رو برای شما تدریس کنیم و بعد توی این درس به شما متوجه بشین که روش خوندن و روش کار ما در مجموعه آی کلاس و این کلاس های آنلاین به چه شکله، یعنی کلید واژه ها چطوری میتونه در تست ها به ما کمک کنه، اینکه مفهوم درس رو درک کنیم چطوری میتونیم با مفاهیم درس ما تست بزنیم و فرق اینها با اونهایی که برای امتحان خوندین چقدره. خب ما شروع کنیم یک درس رو درس دادن، شما متوجه بشین که تفاوت این با بقیه کلاس ها چیه و چطور میتونین تست های روانشناسی رو بزنین. شاید سوال براتون پیش بیاد، بگین که آقای ترکمن ما این درس رو زیاد شاید قوی نخوندیم، حالا تدریس آنلاین بوده یا خدایی نکرده یه تقلب کردیم سر کلاس و از این بحث ها اینو خوب کار نکردیم، آیا میشه از کلاس شما استفاده کرد؟ ما از صفر، یعنی طوری که هیچ چیزی شما از روانشناسی نمیدونید، اصلا متوجه این درس روانشناسی نیستی، اصلا فرض میکنیم که اصلا نخوندید، ما از صفر روانشناسی تمام خط به خط متن درس، تمام کلید واژه ها، تمام مفاهیم، تمام فعالیت ها که خیلی هم مهمه رو برای شما توضیح میدیم، کلمه به کلمه پیش میریم، همه تست های سال های گذشته، تست های بقیه کتاب ها، مثلا کتاب های خیلی سبز، کتاب های گاجه، تست های اونا هم میایم براتون حلاجی میکنیم، اینکه چطور یاد بگیریم تست زدن. فقط برای درس نیست، یعنی ما فقط درس رو اینجا نمیایم درس رو بدیم بریم خودتون باشید و تست، نه، ما تمام تست ها، شیوه های تست زنی، یک چیزی که در روانشناسی هست بحث های علت و معلولیه که در هیچ کدوم از کتاب ها نیومده، یک سری جملات داریم که خیلی هم از اینا تست میاد، جملات علت و معلولیه، این علت اونه، اون علت اینه، اینها در متن کتاب ها و بقیه کتاب های کمک درسی نیومده، بلکه ما در کلاس میخوایم اینها رو به شما یاد بدیم که راحت بتونین تست بزنین. چه نیازیه که ما اینقدر کار کنیم و اینقدر بخوایم تست بزنیم درس روانشناسی؟ یک درصد 40-50 درصدی برای رتبه خوب آوردن در درس روانشناسی اصلا کافی نیست. یک دانش آموزهایی که معمولی باشن میتونن 30-40-50 درصد شاید هم بزنن تستو، ولی برای رتبه عالی شدن شما نیاز دارید به یک درصد بالای 70-75 درصد و برای اون باید مفاهیم رو کامل بلد باشید، باید متوجه باشین علت و معلول ها در روانشناسی چیه و روانشناسی رو بلد باشید. حالا نکته خوبی که در درس روانشناسی داریم، ما روانشناسی با زندگی روزمره ما سر کار داره. مثلا
امروز درس حل مسئله رو که میخوایم با هم کار کنیم، درس حل مسئله ما در زندگی روتین ما هم با مسائل برمیخوریم. ما این درس رو میاریم در زندگی شما و شما در زندگی خودتون دائم با این سر و کله میزنین، میبینین که مثلا اون بخشی که گفت تحلیلی یا مثلا اکتشافی که امروز براتون میگیم، الان من دارم تحلیلی انجام میدم یا دارم اکتشافی انجام میدم، اگر اکتشافی کدوم نوعه، یا الان مسئله من است چه نوع مسئله خوب تعریف شده است، بد تعریف شده است، و تمام اینها رو شما میتونین متوجه بشین وقتی که با مثال ها و با این تعامل شما در کلاس. حالا تمام حرفایی که زدیم رو ما میخوایم به عنوان یک درس تا اونجایی که وقت ما به ما اجازه بده با هم دیگه پیش ببریم و متوجه بشیم که چطوری روند کلاس ها در مجموعه آی کلاس. خب درس پنجم رو به عنوان نمونه، که چون که این درس هم تازه شما خوندین، از درس های ترم دومه، بیشتر حضور زندانی میتونیم درس 1 و 2 باشیم، ولی 1 و 2 رو شاید اوایل سال گذشته خونده باشین، تو خاطرتون نباشه، ولی از درسای مهم که هر سال هم 1 یا 2 تا تست قطعا از این درس میاد برای درس حل مسئله است. ما میخوام درس حل مسئله رو با هم دیگه پیش ببریم. خب در درس های گذشته ما با مفهوم حافظه آشنا شدیم. حافظه این که در ذهن ما یک سری اطلاعاتی فقط حفظ کنیم، اسمش روشه دیگه، حافظه، ما اطلاعاتی رو حفظ کنیم. خب این اطلاعات به چه دلیل برای ما ارزشمندن؟ این میشه علت ما و این میشه معلول ما. یعنی چی؟ یعنی میگه به چه دلیل تست میاد، به چه دلیلی حافظه برای ما ارزشمنده؟ به دلیل، به خاطر چی؟ به خاطر بتونیم باش تفکر کنیم، فکر کردن. حالا اطلاعات هر چه بیشتر باشد آمادگی بیشتری داریم، آمادگی بیشتری داریم. یعنی چی؟ یعنی لزوماً به این معنا نیست که ما یک حافظه قوی داشته باشیم پس تفکر قوی هم داریم. اگر که حافظه قوی دقیقاً برای تفکر قوی بود، یعنی ما میتونستیم با حافظه قوی تفکر قوی داشته باشیم، پس کامپیوترها خیلی بهتر از ما فکر میکردن. بلکه ما اینها رو میگیریم مثل چی؟ مثل مصالحه. شما حافظه ما، اطلاعاتی که در حافظه ما هست مثل آجر، سیمان و ماسه است برای خونه ساختن. آیا هر کس که آجر، سیمان و ماسه داشته باشه آیا میتونه یه خونه بسازه؟ میگیم لزوماً نه، ولی قطعا نیازه برای این که ما یک خونه بسازیم به آجر و ماسه و سیمان هم داشته باشیم. پس برخورداری از حافظه قوی لزوماً به معنای داشتن تفکر قوی نیست. تست چطور میاد از این؟ میاد میگه که خب کدام یک تست داشتیم در سال، در دو سه سال گذشته این شکلی میگفت، میگفت که کدام جمله غلطه، کدام جمله غلطه. هر چه اطلاعات بیشتر باشد کدام جمله درست است، هر چه اطلاعات بیشتر باشد ما تفکر بهتری داریم. داشتن اطلاعات بیشتر به معنای داشتن تفکر بهتره. و یک تست داده بود که برخورداری از حافظه قوی لزوماً به معنای داشتن تفکر قوی نیست. خب شما متن درس رو میخونی، این جمله رو میخونی، اگر که دقت نکنین به این کلمه لزوماً توی تست میمونین. چی میشه؟ باید اونجا بشینین فکر کنین، خودتون تحلیل کنین. ولی ما در این کلاس ها میایم این کلید واژه ها رو به شما میگیم که این کلید واژه ها سرعت شما رو در انجام تست ها خیلی بالا میبره. چرا؟ ما 20 تا تست داریم، زمانی که سازمان سنجش به ما اختصاص داده 15 دقیقه است، یعنی برای هر تست زیر 1 دقیقه است. و مشکل بعد این که آخرین تست هاست، ما تازه تست 261 تا 280 میرسیم به روانشناسی. اگر این کلید واژه ها رو بلد نباشید، سرعتتون بالا نباشه، خدایی نکرده در کنکور هم بقیه درس ها زمان شما رو گرفته باشه، شما تو این درس میمونین و خیلی سخت میشه براتون که بخوان بزنین. ولی ما میایم مثلا این کلمه لزوماً، همین لزوماً خودش میتونه یک تست باشه که شما اگر که این رو خوب خونده باشین
کلاس رو گوش کرده باشین، کلید واژه ها رو متوجه شده باشین، میتونین تست رو به راحتی بزنین. خب تفکر به چه معنا بود؟ تفکر به معنای قرار دادن اطلاعات حافظه در کنار هم، تفسیر کردن، قضاوت کردن، حل مسئله و در نهایت تصمیم گیریه. پس ما تا اینجاش رو درسای پیش خوندیم، حل مسئله میشه این درس و درس بعدی میشه تصمیم گیری. یعنی ما اطلاعات رو میاریم، تفسیر میکنیم، قضاوت میکنیم که حل مسئله کنیم، در نتیجه به چی برسیم؟ به تصمیم گیری. یک نکته اینجا هست، فرایند تفکر کاملا آگاهانه صورت میگیرد. همونطور که دقت کرده باشیم ما توی این جزوه‌مون تمام کلمات کلیدی رو برد کردیم، تمام کلمات کلیدی رو برد کردیم. کاملا آگاهانه است، کاملا آگاهانه. این خودش کلی تسته. یعنی چی؟ یعنی ما چیزی به عنوان تفکر ناخودآگاه نداریم. دام تستیش کجاست؟ دام تستیش اونجاست که میاد به ما میگه که ما تفکر ناخودآگاه داریم. ما این شما رو میخواد با ضمیر ناخودآگاه که در درس‌های قبل یا خودتون شنیدین اونجا به دام بندازه. ما چیز به عنوان ضمیر ناخودآگاه داریم که بحث فروید و در کلاس‌ها میگیم، ولی چیزی به عنوان تفکر ناخودآگاه نداریم. تفکر کاملا آگاهانه است. یک چیزی که خیلی از اونها در تست ها میاد فعالیت هاست، فعالیت ها. این فعالیت خودش متن یک تست بوده. احمد بی سر و صدا در گوشه اتاق خودش نشسته و به دقت سوال های افقی عمودی جدول را میخونه و تلاش میکنه واژه های درست رو در جای خودش قرار بده. این فعالیت احمد در حال تفکره، در حال تفکر. این رو به شما میده، میگه که احمد چه کاری داره انجام میده. شما باید بگین که تفکر. میگه در حال حل مسئله است، در حال تصمیم گیریه، در حال تفکره. چیه؟ شما سریع گزینه رو میزنین تفکر. چرا؟ چون که اطلاعات حافظش در کنارم قرار میده، اونها رو تفسیر میکنه، قضاوت میکنه، مسئله رو حل میکنه و این کار با آگاهی کامل. میاد میگه که حل مسئله آگاهی کامل، حل مسئله بدون آگاهی، تفکر آگاهی کامل، تفکر بدون آگاهی. وقتی که بدونیم تفکر همراه آگاهی همیشه و ما تفکر ناخودآگاه نداریم، زیر 30 ثانیه تستو میزنی. تا ناآگاه رو دیدی سریع رد میکنی، تفکر هم که میدونی سریع تست رو میزنی. خب پس در نتیجه ما اصطلاح بدون تفکر و بدون تفکر ناخودآگاه یا بدون آگاهی نداریم. حالا بریم سراغ حل مسئله. ما خیلی وقتها واژه مسئله رو میشنویم، میبینیم که میگه آقا این شده یک مسئله برای من. و الان اگر که از خودتونم بپرسم بگم که نظرتون در مورد مسئله چیه، خیلی از شماها میگین که ما رابطه خوبی با مسئله نداریم و یک دیدگاه منفی نسبت به مسئله داریم، اصلا از مسئله میترسیم. چرا دیدگاه مثبتی ندارن؟ علتش چیه؟ علتش رو اینجا میگیم. دقیقا همینه، علت. این میشه علت ما. چون راه حل آن مسئله را نمیدانند، چی میشه؟ علت میشه معلول ما. معلول ما میشه چون که به علت این که راه حل آن مسئله را نمیدانن، پس تصوری مثبتی نسبت به اون ندارن. دقیقا همین سوال بود، این علت و معلول. این جمله در کتاب اومده و این جمله رو شما میخونین و ازش رد میشین، ولی در چیز میاد میگه که چی؟ علت این که مردم تصور مثبتی از مسئله ندارن چیه؟ شما میگین چی؟ چون راه حلای مسئله را نمیدانن. این علت و معلول ها در روانشناسی خیلی زیاد داریم و ما دقیقا اینجا میخوایم
یک کمک خیلی بزرگی به شما کنیم این که این علت و معلول‌ها رو توی کتاب پیدا کنیم و بگیم چطور میتونه از این علت و معلول‌ها سوال بیاد. پس اگر که ما حالا علت رو حذف کنیم، راه‌حل‌های مسئله رو بدونیم، راه‌حل‌های حل مسئله رو بدونیم، تصور ما چی میشه؟ مثبت میشه. تصور مثبت باشه، این تهدید برای ما میشه یک فرصت و ما از فرصت این که مسئله باعث پیشرفت ما بشه استفاده میکنیم. مثل چی؟ مگر میشه آقای ترکمن از یک چیز مسئله، چیز سخت، ما به یک فرصت، ما مثال میزنیم، میگیم که شما رودخونه رو ببینین، رودخونه اگر که یک رودخونه صاف باشه، هیچ سنگی، هیچ کلوخی، هیچ پیچی، هیچ بالایی پایینی نداشته باشه، آیا صدایی داره اون آب؟ نه، میشه یک آب ساکت که هیچ صدایی نداره. پس لذت شنیدن صدای آب برای چیه؟ برای اون پیچ و خماست، برای اون بالا و پایین هاست، برای اون سنگ و کلوخ هایی که ما در مسیر رودخونه داریم. پس مسئله ها در زندگی ما مثل اون سنگ و کلوخ هامونه که اگر که بدونیم چطور از اینها رد بشیم و اونا رو حل کنیم، میتونه صدای زندگی ما لذت بخشتر باشه. خب حالا آقای ترکمن، مسئله زیاد گفتی، خود مسئله تعریفش چی میشه؟ اگر از یک نفر از ما بپرسه آقای ترکمن مسئله چیه، چی تعریف کنیم براش؟ الان براتون میگم. مسئله یعنی عدم دستیابی فوری، عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص و توانمندی های محدود. عدم دستیابی فوری، تک تک این واژه ها تست بوده که اینجا دورشون دارم خط میکشم. یعنی در تعریف مسئله این چهار کلمه رو اگر که شما حفظ باشید، فوری، هدف مشخص به دلیل موانع مشخص، با توجه به امکانات محدود. مثال بزن ما متوجه بشیم. چشم. خب مثال میزنم برای شما. فرض کنین شما میخواید برید مشهد. مشهد، الان رفتن مشهد یک مسئله است. شما مثلا در تهران هستید و میخواید برید مشهد. الان سریع میتونیم برین؟ نه. پس عدم دستیابی فوریه. آیا هدفتون مشخصه؟ بله. هدف ما چیه؟ هدف ما رفتن به مشهده. موانعتون چیه؟ جاده است، جاده است، یا من بنویسم مسیر، مسیر، چون میتونه جاده هوایی باشه، جاده ریل باشه، یا جاده ماشین رو باشه، با توجه به امکانات و توانمندی های محدود. توانمندی ما محدوده، ما نمیتونیم بال در بیاریم، بال بزنیم بریم، که بلکه یا باید با هواپیما بریم، یا باید با قطار بریم، یا باید با ماشین بریم. پس توانمندی های ما محدوده، ما توانایی بال در آوردن نداریم. پس رفتن به مشهد، هم هدف داریم، هم موانع داریم، هم توانمندی محدوده و هم الان و فوری نمیتونیم به این دست پیدا کنیم. به این میگن مسئله. حالا که مسئله مشخص شد، حل مسئله چیه؟ حل مسئله دو تا رکن اساسی داره. دو تا رکن. این دو تا رکن حتما در خاطرتون باشه. یافتن بهترین راه حل با توجه به شرایط موجود. بهترین راه حل با توجه به شرایط موجود. میخوایم به چی برسیم؟ به هدف دیگه. یعنی حل مسئله چیه؟ ما بهترین راه حل رو برای رسیدن، اگر مسئله ما رفتن به مشهد بود، بهترین راه‌حل رو برای، با توجه به شرایطی که داریم، برای رسیدن به هدفمون. مثلا ما میخوایم بریم، الان میایم گزینه‌ها رو بررسی میکنیم، میگیم که از هواپیما بریم یا قطار بریم یا با ماشین بریم. بهترینش انتخاب میکنیم با شرایط موجود. مثلا شرایط ما اینه که میگیم جاده بسته شده، پس راه ماشین حذف میشه. میگیم که هواپیما هم خیلی مثلا هزینش بالاست، ما نمیتونیم پرداخت کنیم، بلکه شرایط موجود ما فقط میگه که باید شما با قطار برید.
این شکلی میشه حل مسئله کرد. پس حل مسئله دو تا کلید واژه مهم داشت. یکی چی؟ بهترین راه حل با توجه به شرایط موجود. حالا ویژگی های مسئله چیه؟ ویژگی مسئله، ما خیلی در جزوه‌مون از چارت بندی استفاده میکنیم، از این چارت های درختی، از اینا خیلی استفاده میکنیم. چرا؟ وقتی که ما میایم چارت بندی میکنیم یک مطلب رو، مطلب در ذهن ما هر کدوم در جای خودش قرار میگیره. ما در جزوه‌مون حالا در ادامه میایم میبینیم وقتی که همه درس رو توضیح دادیم، میایم همه درس رو به صورت این چارت بندی ها، به صورت چارت بندی در آوردیم که شما وقتی که میخونین مثلا هدفمندی سریع توی ذهنتون بیاد، چون که ما در تست زدن خیلی باید سریع باشیم و سرعت ذهن ما باید خیلی بالا باشه. یکی از بهترین راه حل ها در بالا بردن سرعت ذهن ما این که هر مطلب در جای خودش باشه. فرض کنین شما یک هارد دارین و میخواین مثلا یک فیلمی رو توی اون ببینین. اگر که این فایلتون، این هاردتون فایل بندی شده باشه، مثلا بگیم که آقا فایل فیلم ها، صداها، فیلم، موسیقی و عکس، بعد بریم توی فیلم ها، فیلم ایرانی، فیلم خارجی، بعد توی فیلم ایرانی ها سریال باشه یا سینمایی باشه، بینیم توی سینمایی ها مثلا فیلمی که میخوایم رو انتخاب بکنیم، میزنیم فیلم جدا رو نادر از سیمین میخوایم ببینیم. ولی اگر که همه اینها، فیلم ها ایرانی، خارجی، سریال، آهنگ ها، عکس ها، همه در هم باشه، تا شما بخواید اون رو پیدا کنید در اون هاردتون خیلی براتون کار مشکلی میشه. ولی ما اومدیم در این جزوه‌مون کاری کردیم و تمایزی که این جزوه و با بقیه کتاب ها و کتاب درسیتون داره اینی که تمام مطالب کتاب، تمام مطالب کلیدی کتاب رو، همشون رو اومدیم در انتهای هر درس به اسم خلاصه و مفید آوردیم و اینها رو چارت بندی کردیم، تمامش در ذهن شما در جای خودش قرار میدیم. مثلا الان در ویژگی حل مسئله شما میدونید که هدفمندی یکی از ویژگی هاشه، حل مسئله یک فرآیند و جریان تحت کنترل، در مسئله توانمندی های ما محدود است، در مسئله موقعیت فعلی یا مبدأ و مشخص باشد. الان اگر که سریع از شما بپرسم که حل مسئله چند تا ویژگی داره، سریع میگین 4 تا. چرا؟ چون که دیگه میدونین که در 4 بخش مختلف اینها اومده، در 4 بخش مختلف اومده، ذهن شما دستبندی میشه و خیلی سریعتر. ولی اگر که اینو در یک جمله میخواستم به شما بگم، باید فکر میکردین که این 1، 2، 3، 4. ولی الان که در یک چارت بندی مشخصه، سریع ذهن شما برمیگرده که بتونین تست رو بزنین. خب ویژگی حل مسئله اولیش هدفمندیه. هدفمندی یعنی چی؟ هدفمندی زمانی احساس مسئله‌مون که بدانیم هدف چیست. من وقتی میام مسافرت کنم، وقتی به مشکل برمیخورم، وقتی به مسئله برمیخورم که یک هدفی داشته باشم، یعنی من میخوام برم مشهد. اگر که من ندونم که کجا میخوام برم، هدفم مشخص نباشه، چطور میخوام به اون دسترسی پیدا کنم؟ بلکه باید مسئله هدفمند باشه. و چی؟ هدف ما باید روشن باشه. چرا بعضیا نمیتونن مسئله خودشون رو حل کنن؟ چرا؟ چون که هدفی ندارن، هدفی ندارن. دومین ویژگی حل مسئله یک فرایند و جریان تحت کنترله. وقتی فردی در حال حل مسئله است، کاملا درگیر موضوعه و به اون چی که انجام میده، باز برمیگردیم سر اون کلمه کلیدی، آگهی کامل داره. پس اگر که به شما گفتن که حل مسئله هم آیا یک فرآیند تحت کنترل هست، آیا یک فرآیند آگاهانه هست، سریع میگیم باش. اگر تست به شما داد ما یک حل مسئله ناخودآگاه داریم، سریع روی گزینه غلطش خط میکشید. در مسئله توانمندی های ما محدوده. دقیقا مثال مشهد که گفتم، ما نمیتونیم بال در بیاریم، بال بزنیم بریم، ما نمیتونیم از زیر زمین راه بندازیم بریم، ما میخوایم از جاده بریم، کوه جلوی ماست، جاده جلوی ماست، هزینه های بلیط، همه اینها جزء میشه توانمندی ما محدود باشه. اگر که توانمندی ما محدود نبود، آیا ما مسئله ای داشتیم؟ نه. وقتی که محدودیتی نباشه، مسئله ای هم پیش نمیاد. در مسئله توانمندی های ما محدود است. مثلا اینجا مثالی که اومده برای شما،
کسی که فقط بخواد با قرص لاغری وزن خودش رو کاهش بده آیا میتونه؟ نه. چرا؟ چون که نگاه به توانمندی ها نکرده. ما میتونیم ورزش کنیم، میتونیم رژیم غذایی بگیریم، در کنارش اگر که پزشک گفت میتونیم قرص هم بخوریم. پس این محدودیت های ماست. سوال میاد برای شما، تست میاد. اگر که شخصی فقط بخواهد با خوردن قرص های لاغری خودش را به وزن مناسب برساند، کدام ویژگی حل مسئله را رعایت نکرده است؟ سریع میاد نگاه کن توی چارت بندیه، جزء چی میشه؟ جزء توانمندی های ما محدود است. هر چارتاشو به شما میده، میگه که در مسئله موقعیت مبدا مشخص نشده، حل مسئله فرآیند تحت کنترل، هدفمندی مسئله در مسئله توانمندی های ما محدود است. وقتی که میایم این رو میاریم در جزء توانمندی محدود توی چارت بندی قرار میدیم، سرعتی ذهن شما میره سراغ توانمندی های محدود. و چهارم ویژگی، در مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص باشه. یعنی چی آقای ترکمن؟ یعنی اینکه تو که میخوای بری مشهد، اول بگو کجایی؟ تهرانی، کرمانی، کرمانشاهی یا گرگانی؟ هر کدوم از اینا باشه مسیر خودش رو باید بدونیم که چیه. مثلا من میخوام که وزن خودم رو پایین بیارم، اول باید بدونم که چقدر چند کیلو وزن دارم. که اگر که وزن من مشخص نباشه، نمیدونم که میخوام به چند کیلو برسم، چند کیلو اضافه وزن دارم. پس تا وقتی وزنت مشخص نباشه، نمیدونی که چقدر اضافه وزن داری که بیاری پایین. پس از ویژگی‌های مهم مسئله این که باید مبدأ اون مشخص باشه. همین مثالی که براتون زدم، همین خودش میتونه یک تست باشه برای ما. چی میگه؟ میگه کسی که اطلاع از وزن خود ندارد و میخواهد وزن خودش را پایین بیاورد، کدام یک از ویژگی‌های مسئله را رعایت نکرده است؟ یا کدام یک از ویژگی‌های مسئله در آن نیست؟ ما سریع میگیم کدوم؟ مشخص نبودن مبدأ. چرا حل مسئله مهمه؟ چرا حل مسئله مهمه؟ ما اصلا چرا داریم این درس رو میخونیم؟ این درس چرا در درس روانشناسی که یک درس کاربردی توی زندگی ما میاد؟ اگر از هر کدوم از شما بپرسیم میتونه دقیق به ما بگه، چون که ما با مسئله های مهمی در زندگی مواجه شدیم، میتونه به ما بگه که خب ما باید حل مسئله بلد باشیم که در زندگی خودمون این رو اجرا کنیم، که در زندگی خودمون اجرا کنیم. بهش میگن چی؟ تعمیم کردن، تعمیم دادن. پس حل مسئله باید یک فرایند قابل تعمیم باشه، نه فقط مثل یک فرمول که هر عددی توش بذاریم جواب رو میده به ما. پس یادگیری حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری قابل تعمیم است. به شما میگه که تست میده، دقیقا این کلید واژه‌هایی که میگم مهمه، تست میده، میگه که کدام یکی از یادگیری های ما یادگیری قابل تعمیم است. شما اگر که این جمله رو دیده باشید و سر کلاس گوش کرده باشین، بدونین که حل مسئله است که قابل تعمیمه. زیر 15 ثانیه تست رو میزنین. ولی اگر که ندونین، باید بیاین تحلیل کنین، وقت بذارین تا متوجه بشین. این میشه اون نکته‌ای که فرق کلاس‌های کنکور با اینکه کسی خودش میخواد بخونه. به این مثال توجه کنین، توی کتابم اومده. یک شخصی یک طناب دستشه، دستش به دو تا طناب نمیرسه، میخواد این طناب رو به این طناب گره بزنه. این رو میگیره، دستش به اون نمیرسه، اون رو میگیره، دستش به این نمیرسه. در تمام تصویر این گوشه یک انبر دست هست، این گوشه انبر دسته. این آقا میخواد این مسئله حل کنه، دو تا رو به هم گره بزنه. شما جن آقا باشین چیکار میکنین بچه‌ها؟ این یه مسئله است دیگه. الان هدف ما مشخصه، گره زدن دو تا تناب به هم. خب دقیقا هر تمام ویژگی های هدف رو داره. چه امکاناتی داریم؟ یعنی چی؟ امکانات ما محدوده. امکانات ما چه؟ فقط انبرده است. چه موانعی سر راه ما هست؟ این که یک تجربه کم داره و نمیتونه از این یک به صورت
پاندول استفاده کنه، که الان براتون میگیم که این تجربه چطور میتونه کمک کنه به ما. پس دقیقا این یک مسئله داره، هم هدفش مشخصه، هم موانع مشخصه، هم امکانات ما محدوده. این رو بهش فکر کنین تا بریم پایین‌تر بگیم که این چطور میتونه از این استفاده کنه و چطور میتونه حل کنه. خب ما در کل دو نوع مسئله داریم بچه ها. مسئله خوب تعریف شده و مسئله بد تعریف شده. از این مسئله خوب تعریف شده و بد تعریف شده خیلی وقت ها سوال میاد. چرا؟ چون یک چیز گنگه. اگر که این رو خوب متوجه نشده باشید توی تست ها یک مقدار گیر میکنین. چطور میتونین یک مسئله رو در دستی خوب تعریف شده بزنین یا در مسئله بد تعریف شده؟ مثلا 4 تا شاخص به شما میده، میگه که اگر که یکی از این 4 شاخص، 4 شاخص ما چیه؟ شناسایی موقعیت اولیه، فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس، تعریف دقیق هدف، امکان تضمین دستیابی، عدم دستیابی به هدف. میگه 4 تا شاخص داریم، 4 تا ملاک داریم. اگر که 4 تا ملاک رو، 4 تا ملاک ما مشخص بود، اگر که مشخص بود ما میگیم که خوب تعریف شده است. اگر که اینها نامشخص بود اینها میشه خوب تعریف نشده. خوب تعریف نشده. آقای ترکمن بله، این تست رو ما بخوایم بزنیم یعنی ما باید هر 4 تا شاخص رو حفظ کنیم، بعد بیایم هر مسئله که به ما داد این 4 تا رو بذاریم ببینیم که با اون اگر که مشخص نامشخص بود. این چیزیه که کتاب گفته. ولی ما میخوایم چی بگیم اینجا؟ ما میگیم که مسئله های ساده، مسئله پیچیده. به خوب تعریف شده میگیم مسئله ساده، به بد تعریف شده میگیم مسئله پیچیده. مسئله پیچیده، مسئله پیچیده، مسئله پیچیده چه نوع مسئله؟ مسئله ای که مشخص نباشه ما میخوایم چیکار کنیم توش. هر جایش نگاه میکنیم یه جای دیگهش لنگ میزنه. اینجا وقتی که شما به مسئله نگاه کنیم ببینید که کارهایی که میتونی بکنی خیلی محدوده. نمیشه هر کاری که از دستمون میاد انجام بدیم، بلکه راهکار مشخصی اصلا نداریم. دقیق به ما نگفته که باید چی کار کنیم. این مسئله میشه مسئله پیچیده. مثل چی؟ مثل مسئله های علوم انسانی. مسئله های توی رشته علوم انسانی وقتی که شما میبینین سریع میزنین هر مسئله به شما دادن که در دسته علوم انسانی بود، یعنی مثلا از مسائل اقتصادی بود، مسائل حقوقی بود، مسائل فلسفی بود، منطق بود، تمام اینها میشه مسائل پیچیده. چرا؟ که چون ما مشخص نیست از کجایی میخوایم چی کار کنیم، چه کارهایی از دستمون برمیاد و مسئله رو پیچیده تر میکنه. مثل چی؟ مثلا آیا چگونه میشود عدالت را در جامعه برقرار کرد؟ این مسئله یک سوال دیگه. چطور میخوایم اینو بررسی کنیم؟ اول هر کسی یک نظر در مورد عدالت داره، تعریف کنین عدالت رو. بعد راهکارهای مختلف، اقتصاددانا یک نوع میگن، فیلسوفا یک نوع میگن، روانشناسا یک نوع میگن، حقوقدانا یک نوع میگن، کدوم از اینا درسته؟ کدومش میشه در جامعه اجرا کرد؟ جامعه شناسا یک چیز میگن، کدوم از اینا با تعریف اون عدالت؟ ببینید چقدر پیچیده شد. پس مسائله یه مسئله دیگه، مثلا علوم انسانی چطور میشود اختلاف طبقاتی را کم کرد؟ میتونیم نگاه اول ببینیم که اختلاف طبقاتی چیه، بعد چقدره در اون جامعه هدف ما، چقدر اختلاف طبقاتی داریم، بعد نسبت به فرهنگ ما باید چه کاره انجام بدیم. ببینیم چقدر داره پیچیده میشه. پس مسائل علوم انسانی از مسئله هایی هستن که ما به اینا میگیم خوب تعریف نشده. ولی حالا یک مسئله خوب تعریف شده، ما داریم شطرنج بازی میکنیم، اون مهره ما داره کیش میشه، برای این قانون محدود داریم، باید اون شاه رو جابجا کنیم.
بعد برای جابجایی شو هم یه سری قانون مشخص داریم دیگه. این میشه مسئله خوب تعریف شده. چون ما مشخص الان شاه ما کیشه، ما باید این شاه رو تکون بدیم و برای تکون دادن این هم یک محدودیت هایی داریم. این میشه مسئله خوب تعریف شده. مسئله خوب، مثلا یه سوال دیگه، بزرگترین عدد 4 رقمیه فرد چه عددیه؟ کاملا مشخصه چون ما فقط مسئله داریم. حالا یه سوال اینو ببرم بالا، شما به من بگین کلید ماشین پدرتون توی ماشین مونده، در قفل شده، میخواین چی کار کنین؟ به این فکر کنین یه لحظه. فکر کردین، الان به من بگین چی کار میشه کرد؟ میشه شیشه رو بشکنیم، میشه قفل رو خورد کنیم، میتونیم زنگ بزنیم مثلا یه قفلسازی بیاد این کار انجام بده و کاری که ما از دستمون برمیاد محدوده. این محدودیت در کار ما باعث میشه که دست پای ما بسته بشه، مسئله ما پیچیده بشه. چرا؟ اگر که بخوایم ما شیشه رو بشکنیم، این شکستن شیشه خودش یک ضرر بزرگتری ما میرسونه از اینکه کلید جا مونده باشه. پس این میشه مسئله پیچیده و مسئله بد تعریف نشده. مثال های دیگه توی کتاب هست که شما آورده، مثلا دلیل بی‌عدالتی یا علت گرم شدن زمین. علت گرم شدن زمین رو هر کس که بخواد بدونه میاد که آقا تجمیع گازهای فسیلی در محیط زمین، این تجمیع گازهای فسیلی مشخص میگونه که چیه. پس راهکار چیه؟ اون سوختهای فسیلی رو کم کنیم. میشه مسئله خوب تعریف شده. ولی نابرابری اجتماعی، هزار جور میشه به این نابرابری اجتماعی نگاه کرد. پس این میشه مسئله پیچیده ما. حالا بریم مراحل حل مسئله. حل مسئله 1، 2، 3، 4 5 تا مرحله داره، 5 تا گام داره. من میخوام این 5 تا گام رو گام به گام با هم بریم که در زندگی روزمره شما، گفتم که در زندگی روزمرهتون با این سر کار دارین. این 5 تا گام چیه؟ ما یه مسئله تعریف میکنیم اینجا براتون. یک دانش آموزیه، مثلا دوست شما یا خود شما در درس زبان انگلیسی دچار مشکله، در درس زبان انگلیسی. اولین گام چیه؟ اولین گام این که ما مشخص بکنیم، میبینیم که دوست ما معدلش اومده پایین، معدل پایینه. اولین گام اینه که ببینیم مشکل چیه، چه درسی باز شده که معدلش رو بیاریم پایین. اولین گام در حل مسئله، دورش هم خط کشیده شده، میشه چی؟ میشه تشخیص دقیق مسئله. اولین گام ما، سوال میاد اولین گام در تشخیص مسئله چیست، در حل مسئله چیست، میگیم اولین گام تشخیص دقیق مسئله است. یعنی شما میری کارنامه بررسی میکنی، میبینی که جلوی زبان انگلیسی زده 7 ولی بقیه درس ها نمرات بالاتری داره. پس تشخیص دادیم که زبان انگلیسی اون مسئله ماست. حالا دومین گام، الان متوجه شدیم که زبان انگلیسی این شخص نمرش پایین، دومین گام باید چیکار کنیم؟ باید شروع کنیم که شیوه مطالعه رو بررسی کنیم، ببینیم ما شیوه مطالعه این اشتباه است، بیایم شیوه مطالعه رو تغییر بدیم. مثلا بیایم، میتونیم بگیم آقا معلم خصوصی بگیره، میتونیم بگیم نه خورد خورد مطالعه کنه، یک درس بره. این درس یاد گرفت بره، درس بره. دو تا راهکار داریم، یا میتونیم بگیم خورد خورد مطالعه کنه، یا میتونیم بگیم معلم خصوصی بگیره. پس این هم شد به کارگیری راه حل مناسب. حالا بیایم اون راه حلایی که دادیم رو ارزیابی کنیم. باعث میشه ملاک روشنی برای فهم و موقعیت داشته باشیم. مثلا دانش آموزی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی راه حل را پیش گرفته، باید نمراتش قبل و بعد از اجرای روش جدید مقایسه شود. یعنی چی؟ یعنی ما به این آدم میگیم که آقا درس به درس پیش برو، درس 1 بخون، 2 بخون، 3 بخون. نمرش چند بوده؟ نمرش بوده 7.
این کار رو انجام داده، نمرش رسیده به 10. نمرش از این کار رسیده به 10. یعنی ما باید یک ملاک روشنی داشته باشیم، ملاک روشنی داشته باشیم، رسیده به 7. حالا آیا 7 نمره مطلوبیه برای ما؟ نه خیر. پس باید چه کار کنیم؟ بازبینی و اصلاح راحل ها. بیایم بررسی کنیم ببینیم که این راحلی که بهش دادیم چرا جواب نداده. ما گفتیم راحل مختلف داریم، یکی از راحلش این بود که بیاد و خرد خرد مطالعه کنه. حالا بررسی کنیم ببینیم که نه، میشه مثلا معلم خصوصی گرفت، میشه یه کار دیگه کرد، اصلاح میکنیم. اگر که در جای اشتباه خونده باشه یا فهمش اشتباه بوده، اونا رو درست میکنیم. و آخرین انتخاب راه های جایگزین، میبینیم که این راه بوده، اصلاح هم کردیم، درست نشد. گام آخر میایم و جایگزین میکنیم. جایگزینی چیه؟ مثلا میبینیم که اصلا این آدم در کلاس 11 هم از کلاس 8 زبانش ضعیف بوده، باید بره از کلاس 8 پیش نیازها رو بخونه، قوی بشه، بیاد که بتونه خرد خرد مطالعه کنه. و آخرین راهش بره انتخاب راه حل ها و جایگزین کردن آن. پس حل مسئله 5 گام داشت: تشخیص مسئله که اولین گام بود، به کارگیری راه حل های مناسب برای حل مسئله، ارزیابی راه حل، بازبینی و انتخاب راه حل های جایگزین. حالا ما از اینها بگذاریم چون که وقتمون خیلی زیاده. بعد ببینید همه شما اومدیم چارت بندی کردیم، اینجا فقط میخوایم یک نمونه ای از کلاس رو نشونتون بدیم که چه کارهایی رو انجام دادیم. ما تو این جزوه بعد از اینکه همه درس رو ببینید، تمام درس خط به خط خط به خط تمام فعالیت ها توضیح داده شده، تمام فعالیت ها همش توضیح داده میشه. روش های حل مسئله ببینید همش اون چارت بندیه که گفتم، بعد چارت بندی ها همشون توضیح داره توشون که چه کارهایی میخوایم انجام بدیم. بعد روش های اکتشافی حل مسئله است، اونا هر کدوم بر چارت هاشو با هم دیگه پیش میبریم. بعد میرسیم به اینجا، ما در انتهای هر درس یک بحثی داریم به اسم خلاصه و مفید. میخوایم خلاصه مفید هم براتون توضیح بدم. یعنی ما همه درس رو گفتیم، توضیح دادیم، الان میخوایم برسیم به خلاصه و مفید. خلاصه و مفید، ما 3 کار تو خلاصه و مفید ها انجام دادیم در این جزوه. اولیش اینه که تمام جملات تعریفی که اون کلمات کلیدی توش بودن و از اونها خیلی در سالهای گذشته تست میاد و احتمالاً در سال آینده هم از همینا تست بیاد، همشون رو در قالب جملات مثلا تعریف مسئله، تعریف حل مسئله، مسئله خوب تعریف شده، مسئله خوب تعریف نشده، کار کرده این چیه؟ آقا دوبارگویی میخوای بکنی؟ نه، بحث دوبارگویی نیست. ما در اونجا مطلب رو کاملا حلاجی میکنیم، توضیح میدیم، کلمه به کلمه پیش میریم، مثال میزنیم، توضیح میدیم که مسئله در ذهن شما جای بگیره. حالا که جای گرفت، با این میخوایم قشنگ مستحکم باشه که همشون یک جا داشته باشی، مرور میخوای کنی، یاداوری میخوای کنی، به اینها که نگاه کنی تمام اون توضیحاتی که ما دادیم رو توی خاطرت میاد. مسئله خوب تعریف نشده داریم، بعد انتقال، اثر نهفتگی، روش تحلیلی حل مسئله، روش اکتشافی، خرد کردن، تمام اینها رو میگیم. بعد که اینها رو گفتیم، تمام مطالب رو ببینید به صورت چارت بندی شده. ویژگی حل مسئله، هدفمندی، حل یک مسئله فرایند، در جریان حل مسئله تمام مدیه ما محدود است، در مسئله موقعیت فعلی یا مبدا باید مشخص بشه. انواع مسئله چی بود؟ خوب تعریف شده، خوب تعریف نشده که بالا هم توضیحاتش رو دادیم. بعد مراحل حل مسئله رو میایم میگیم: تشخیص مسئله، به کارگیری روش ها، ارزیابی راه حل، بازبینی، انتخاب راه حل، عوامل مؤثر بر حل مسئله که چی میتونه، تجربه گذشته، نگاه، روش های حل مسئله و پیامدهای ناتوانی در حل مسئله. بعد از اینها که همه اینها رو توضیح دادیم، میرسیم به بخش مفید و خیلی تستی و اونی که باعث کنکاش در ذهن ما میشه، اینی که تمرین هاست.
و فعالیت هاست که ذهن شما رو به کار میزنه و خیلی از تستهای مفهومی از این فعالیت های کتاب میاد. مثلا رامین جهت میزبانی از دوستش بر اساس تجربیات قبلی حد میزند که روز جمعه چند نفر به خاری اون میآیند، بنابراین به سراغ خرید مایحتاج میروند. حالا طبق توضیحاتی که اونجا دادیم میگیم که رامین داره از روش اکتشافی یا شهودی برای حل مسئله استفاده میکنه. دقیقاً این خودش یک تسته. مریم شماره رمز قفل کیف جدیدش را فراموش کرده. فقط میداند که رمز آن 4 رقمی است و هرگاه در این امتحان اعداد احتمالی به رقم صحیح برسد یک صدای تقه ظریفی به گوشش میآید. مسئله اصلی یافتن همه آن 4 رقم است. حال اگر برای حل این مسئله هدف کلی را به 4 مسئله فرعی تقسیم کند، داره چیکار میکنه؟ مسئله کلی را به 4 بخش تقسیم میکنه، یعنی خوردش داره میکنه. میشه چی؟ روش خورد کردن. نوع مسئله چی؟ نوع مسئله خوب تعریف شده است. چرا؟ که چون راه حل های ما واضح و روشنه. مسئله برج هانوی که سه تا ستون در یک ستون حلقایی است که ما باید این رو به ستون 3 برسونیم. چیکار میکنیم؟ باید بیاریم به 2، بعد از 2 جایگزین کنیم، 31 مرتبه کار کنیم، بعد از 2 اومد میاد روی 3. چیکار کردیم؟ از 1 به 3 اومدیم رو 2. چی شد؟ اینجا مبدأ ما، اینجا مقصد ما، ما اومدیم اینجا. چیکار کردیم؟ روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب. یک شرکت خودروسازی، ببین اینا همه اینها میشه تمام فعالیت‌های ما، که تمام فعالیت‌ها رو اینجا گفتیم. حالا بعد تستم به شما میدیم و روش‌های تست زدن. تمام اون کلمات کلیدی. حالا امروز نمیخواستیم همه درس رو باتون درس بدیم، یک بخشی از درس رو درس دادیم. مثلا نهفتگی رو نگفتیم، تستاشو نمیزنیم. اینجا تصور کنین در یک فضای بسته قرار گرفته اید و قرار است دو رشته تناب را به هم برسانید. اما ممکن نیست به یک رشته برسند در حالی که یک رشته را در دست دارید. در چنین شرایطی هیچ چیز در اختیار ندارید به جز انبردستی در گوشه اتاق است و قصد دارید این دو رشته تناب را به یکدیگر گره بزنید. این در حالی است که به هیچ وجه همزمان نمیتوانید دو رشته تناب را بگیرید. برای حل این مسئله احتمالاً به این فکر نمیافتید که میتوانید انبردست به عنوان یک وزن یا پاندول استفاده کنید. چرا؟ تحت تاثیر جای خالی هستید. خب آقای ترکمن، این تست رو توی کنکور بخوام بدن 1 دقیقه فقط خوندنش میشه، من چطور این تست رو بزنم؟ من اینجا براتون سریع گفتم دیگه، سریع تا گفتم دوتا تناب توضیح دادن. دوتا تناب به چی ربط داشت؟ به تجربه گذشته که ما نمیتونستیم از انبردست به عنوان پاندول استفاده کنیم. تا اینو دیدیم، یعنی یک نگاه میکنیم یه عکس میگیریم که چیه؟ که انبردست است. بعد بحث رشته تناب است، همون مسئله که آقای ترکمن سر کلاس زد. سریع میریم سر گزینه، میگیم تجربه گذشته. دیگه فکر نمیکنیم، وقت نمیذاریم که همشو بخوایم بخونیم. 5-6 تا کلمه‌شو که دیدیم متوجه شدیم کدوم فعالیت مربوط به چی بود؟ تجربه گذشته. که همینو دقت کنیم، ما توی چیزا آوردیم، توی فعالیت‌ها، هم توی جزوه هم توی فعالیت‌های آخر درس. اینجا ببینید بریم همون جایی که با هم دیگه داشتیم، من اینجا برم زودتر برسیم. اینجا رفتیم. عوامل مؤثر بر حل مسئله تجربه گذشته. تجربه گذشته میرسیم به چی؟ مسئله گره زدن تناب ها. دقیقاً دیدین همون تست عینش رو در همون جا آوردیم. چرا؟ چون که ما اینجا سریع دستبندی کردیم، میتونین بدونین که دقیقاً تجربه گذشته زیر مجموعه چیه؟ زیر مجموعه تناب‌ها، زیر مجموعه تجربه گذشته است. بریم سراغ یه تست دیگه بزنیم ببینیم که با این چیزایی که خوندیم میتونیم تست بزنیم یا نه. کدام یک از گزینه‌های زیر در بردارنده اطلاعات نادرستی است؟
این تست رو به سادگی با اون چیزی که ما میتونیم گفتیم، با اون کلمات کلیدی که گفتیم. خب اطلاعات حافظه به این دلیل ارزشمند است که میتواند تفکر ما را بسازد. خب این درسته، پس نمیتونه جواب ما باشه. گفتیم که آجر و سیمان، میگیم آجر و سیمان چرا ارزشمندن؟ چون که میخوایم باش خونه بسازیم. هرچه اطلاعات حافظه ما بیشتر باشد آمادگی ما بیشتر است. خب این هم درسته، چون که گفتیم آمادگی ما بیشتر میکنه. برخورداری از حافظه قوی به معنای داشتن مهارت تفکر قوی است. اونجا گفتیم که دور کلمه لزومن خط کشیده بودیم. گفتیم که لزومن به معنای حل مسئله، حل تفکر قوی نیست. پس با همون یک نکته لزومن که اونجا گفتیم میتونین این تست رو بزنین. ما اطلاعات حافظه را در کنار قرار میدیم، تفسیر، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری میکنیم که اینم هر چهارتاش درسته. پس گزینه ما میشه گزینه 3. تست بعدی، فردی در گوشه اتاق خودش نشسته است و به دقت سوالهای افقی و عمودی جدول را حل میکند و تلاش میکنه واژگان را درست و در جای خودش قرار بده. کارو در علم روانشناسی سری بگید خودتون. آفرین، این دقیقا اون چیزی بود که امروز گفتیم. کار اون تفکر است. علت بسیاری از مردم، دیدین تستای علت معلولی که گفتم، علت بسیاری از مردم تست مثبتی ندارن. گفتیم که این میشد معلول ما. علتش چی بود؟ علتشو امروز سری توی جزوه گفتیم. چی بود؟ گستره بودن موانع؟ نه. آگاهی نداشتن به ابعادش؟ نه. توانمندی های محدود انسان؟ نه. ندانستن راه حل های حل مسئله. گفتیم این معلولش میشد و این میشد علت ما. اگر که این معلول علت رو نمیدونستید، الان باید فکر میکردید و با فکر کردن زمانتون از دست میدادید. عبارت زیر در توضیح کدام مفهوم روانشناختی است؟ حل مسئله، خطا، مسئله، عدم شناسایی. خب گفتیم که ما امروز بحث حل مسئله داشتیم دیگه. ببین عدم شناسایی که کلن جزو گزینه ما نبود، خط میخوره. خطا گفتیم که حل مسئله چند تا کلید واژه داشت؟ 2 تا. مسئله چند تا داشت؟ 4 تا. حالا ببینیم، عدم دستیابی فوری به هدف مشخص، موانع مشخص به دلیل توانمندی‌های مشخص چند تا داره؟ 1 2 3 4. حل مسئله خط میخوره و مسئله میشه گزینه درست ما. اون کلمات کلیدی اینجا به کارتون میاد در تست زدن. 2 رکن اصلی در تعریف حل مسئله. گفتیم حل مسئله چند تا رکن داشت؟ 2 تا. 1 گفتیم که کلید واژه‌اش چی بود؟ بهترین بود و موانع موجود. آیا بهترین اینجا داریم؟ آیا بهترین داریم؟ نه. پس گزینه 1 خط میخوره. بهترین داریم؟ نه. گزینه 1 خط میخوره. میریم اینجا، بهترین داریم، پس این میتونه باشه. بعد از اون چی بود؟ شرایط. گذر از موانع، پس این نیست. 2 تاش بهترین راه حل با توجه به شرایط موجود. گزینه 4 میشه گزینه درست ما. پس با 2 تا کلید واژه وقتی به حل مسئله رسیدیم، 2 تا کلید واژه بهترین و توجه به شرایط موجود. این تست هم بزنیم. تست پارسال سال 99. اگر دانش آموزی برای حل مسئله روش تحلیلی استفاده کند، حالا در کتاب ها میایم میگیم که در کلاس ها میایم میگیم چند تا تحلیلی کلید واژه مشخص داره. کلید واژه مشخص این بود که زمان بره، اینجا گفته در حد اقل زمان، با پردازش، اینجا گفته بدون پردازش و عمیق اطلاعات، با گذشت زمان اعتبارش از دست نمیدهد، ولی کلید واژه مهم تضمینی، کلید واژه تحلیلی، کلمه تضمینی. کون کلید واژه رو اینجا به کار میبریم؟ ببینید در مت الانم دارم توضیح میدم، زیر 15 ثانیه تونستم این تست رو بزنم. قطعا شما هم اگر که کلاس ها رو متوجه بشین، کلاس ها رو شرکت کنین و فعالیت داشته باشین، قطعا مثل من میتونین یک درصد بالایی با سرعت خیلی خوبی در درس روانشناسی موفق باشیم. ما اینجا هستیم برای عدالت آموزشی که تمام مردم
ایران زمین تمام کسانی که هدفی دارند برای رسیدن به هدفهاشون امکاناتی ندارند، این امکانات رو ما در اختیارشون بذاریم به صورت آنلاین در خونه های خودشون از هر جای ایران که هستن، از بندر عباس گرفته تا استان گیلان، از شرق مشهد گرفته تا غرب ایلام گرفته، تمام مردم ایران زمین بتونن از امکانات بهترین کلاس هایی که در ایران برگزار میشه استفاده کنن و به رویاهاشون برسن. و ما اینجا هستیم که کمک کنیم به شما برای اینکه بتونین به هدفهاتون، به اون چیزهایی که میخواین برسین. گفت ما ایم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. منتظرتون هستیم در کلاس های آی کلاس. خدا نگهدار.